سلام، من سینا ایرو هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از بازی فورتنایت. امروز بازی فورتنایت آپدیتش رو عقب انداخت که در موردش صحبت میکنم که چرا این کارو کرد، ولی من خیلی چیزای مهم دارم که در این ویدیو میخوام در موردش صحبت کنم. میدونم خیلیاتون میخواستید بدونید که استارتر پک جدید کی میاد. دیگه من تصاویری و ویدیویی ازش دارم که در این ویدیو به شما نشون میدم. مپ داره تغییر میکنه و داره به زمانی برمیگرده که خیلی وقت پیش ما دیدیمش، به فصل 5 که در مورد اونم صحبت میکنم. در مورد اپ فورتنایت صحبت میکنم برای موبایل ها که یه اپ قلابی باعث شده که بازیکن ها بم بشن در داخل بازی، ولی امیدوارم که شما ازش استفاده نکردید صحبت میکنم. و سرور خاورمیانه بهتر شده، در مورد اونم صحبت میکنم. و در مورد سالتی لیک یا همون سالتی سپرینگز الانمون صحبت میکنم. سالتی گفته بودم که قراره به لیک تبدیل بشه، دوباره در موردش صحبت میکنم. خیلیاتون به من گفته بودید. و در مورد سرورهای خاورمیانه که برای بعضی از بچه‌ها بهتر شده صحبت میکنم. قبل اینکه به این موضوعات برسیم، از شما میخوام که ویدیو رو لایک کنید. خیلی خوب میشه که در این ویدیو حداقل 200 لایک داشته باشیم و منو در شبکه اجتماعی اینستاگرام دنبال کنید. سینا ایرو خط تیر وایتی داریم 2000 تایی میشیم. دیگه فقط چند تا مونده 2000 تایی بشیم. خیلی خوب میشه که اونجا 2000 تایی بشیم. و اگرم ساب نیستید ساب کنید و بدون هیچ معطلی دیگه بریم به این موضوعات برسیم. خب همونطوری که گفتم، فورتنایت آپدیتش رو عقب انداخت و دلیلش هم برای عقب انداختن آپدیتش این بود که در آخرین لحظه مشکلی در بیلد پیش اومده. برای همین آپدیت رو دیلی میدن و عقب میندازن و ممکنه فردا بیاد یا ممکنه پس فردا بیاد. گفته که به شما خبر میدیم، منم شما رو آپدیت میکنم. اگر تو اینستاگرام منو دنبال کرده باشید، اونجا بهتون میگم که کی قراره آپدیت جدید بیاد که شما خودتون رو آماده کنید. قرار بود امروز ساعت 12:30 بیاد که نیومد و آپدیت عقب افتاد. و خیلی از بازیکن‌ها گفتن که نمیدونم مکارا میخواد حذف کنه یا چیزهای دیگه‌ای که توی بازی هستن، ولی چنین چیزی در کار نیست و فورتنایت قصد حذف مکارا نداره از بازی و همینجوری در داخل بازی میمونه. برسیم به موضوع بعد که خیلی موضوع مهمیه. اگر شما در اپ موبایل فورتنایت پاکت منیجر اکانتی گذاشته بودید یا اطلاعاتی داده بودید، بهتره که 100% الان بیایم بیرون و اون برنامه رو پاک کنید بدون هیچ پرسشی، به خاطر اینکه این برنامه برای فورتنایت نبوده و ساخته شده توسط شرکت فورتنایت نبوده. احتمال زیاد اصلا شما فکر نکنم استفاده کرده باشید از این پاکت منیجر، ولی اگر استفاده کردید سریع بیاین بیرون. اصلا نپرسید چرا، به خاطر اینکه فورتنایت کپی رایت فرستاده براش و رئیسش قراره تو دادگاه محاکمه بشه به خاطر اینکه برنامه اصلی فورتنایت نبوده، ولی در اکانت شما میتونسته دستکاری کنه و اطلاعات شما رو گرفته. اگر این اپو استفاده میکردید استفاده نکنید و کلا پاکش کنید بره، چون خیلی وضعیتش بد شده و بازیکن‌ها دارن بند میشن به خاطرش. و هر چه سریعتر از اکانتش بیایم بیرون. من نمیخوام کسی از شما این همه زحمتی که تو سر اکانتا کشیده بند بشه، برای همین سریع بیایم بیرون. و یه خبر خوب دارم برای بچه‌هایی که دنبال اپ اصلی فورتنایت هم. فورتنایت اپ اصلیش داره میاد کم کم، تو همین چند وقته قراره بیاد این اپ اصلی. شما میتونید از داخل موبایلتون تغییر بدید اسکیناتون رو، بعد میتونید رنگ اسکینا رو عوض کنید، مثلا استایلاشون رو عوض کنید، دوستاتون رو اینوایت کنید یا اینکه کارهای دیگه ای رو انجام بدید، ولی فقط برای همین کارهای دیگه نمیشه توش بازی کرد. اینو بهتون بگم و خیلی چیز خوبیه، میشه اکانتتون رو کلن درست کنید، ولی زمانی این انجام میشه که خود فورتنایت اینو معرفی کرده باشه. برنامه های دیگه همه فیکن و الکیان و شما ازشون استفاده نکنید. منم در کانال به شما میگم زمانی که اصلی اومد، پس ناراحت نباشید. من صدایی از اپ اصلی فورتنایت دارم که کلن صداهاش چه شکلی هن و کلن قراره چه صدایی توی این اپ ما بشنویم. بریم بشنویم و برگردیم. خب همونطوری که شنیدید خیلی شبیه بازی اصلی بخش بزرگشه و وقتی تغییراتی رو میدی مثل بازی صداش تغییر میکنه، که خیلی موضوع جالبیه. خب برسیم به موضوع بعدی. همونطوری که میدونید یا شاید هم نمیدونید، مگامال ریفتش کاملا فعال شده و آسمون رو درست شبیه همون ریفتی کرده که توی تیتل تاون هستش و الان شدن دوتا و اینم داره کم کم بزرگ و بزرگتر میشه. و فکر کنم در این آپدیتی که میخواست بیاد که فعلا عقب افتاد، قرار بود مگامال تغییر کنه به ریتر رو یا به زمانی قبل از ریتر رو، چون این ویزیتوره داره زمانها رو تغییر میده به زمانی قبل از اصلا بازی فورتنایت. بچه ها بازی میکردن فورتنایت رو داره به اون زمان رو تغییر میده، که دلیلش رو فعلا کسی
نمیدونه، ولی چیز جالب و باحالش اینه که داره این ریفت ها شکلش درست شبیه ریفت فصل 5 بازی فورتنایت میشه. حالا شاید بعضی از شما تو فصل 5 بازی نکردید، میتونید روی صفحه ببینید. اگر فصل 5 رو بذاریم روی مپ فصل 10 میبینید که درست همون اندازه و همون جاها این ریفت ها ایجاد شده بودن تو فصل 5. تو فصل 10 هم همینجوری ایجاد شدن و همینجوری بود که کوین برگشت به مپ، کوین اومد به مپ و این مکعب بنفش ایجاد شد. فعلا نمیشه دلیل خاصی آورد که ویزیتور این کیوبو چیکار میخواد، این کوینو چیکار میخواد دوباره، چون یه بار آورده دوباره داره برمیگردونه. شاید میخواد این انرژی که داره تو لوتلک هدر میره و همینجوری مونده و تبدیل ریفت شده رو جمع کنه، چون وقتی که شما میرید به سمت این ریفت بیکن ها میبینید که داره نیروشو از سمت لوتلک جذب میکنه که خیلی باحاله. من کلیپی ازش دارم که تو ریفت بیکن مگامال داره چه اتفاقی میفته، بریم ببینیم و برگردیم. خب همونطوری که دیدید انرژیشو کامل داره از سمت لوتلک میگیره و همون انرژی رو استفاده میکنه برای درست کردن ریفت بزرگ در آسمون و این ریفت ها قرار شبیه درست فصل 5 بشن، این سه تا ریفتی که ایجاد میشن. شاید بعضیاتون ندونید که در فصل 5 چه اتفاقی افتاد. در فصل 5 این ریفتایی که در آسمون مخ بودن به هم پیوستن و یه ریفت خیلی بزرگ رو با هم ایجاد کردن که این ریفت بزرگ با رد و برق‌های بنفش رنگ در پارادایس پالمز تونست یک کیوب مکعب بنفش به نام کوین ایجاد کنه که کوین رو خود بچه‌ها نامگذاری کردن و همین کوین بود که الان این نیروی ویژه لوتلیک رو ما ازش داریم و تمام این اتفاقات توسط همین کوین رخ داده که کسی که این کوین هم آورده خود ویزیتور بوده. یه کلیپی که من در ویدیو قبلم بهتون نشون دادم میخوام بهتون نشون بدم که چجوری این کیوب ایجاد شد، بریم ببینیم و برگردیم. خب همونطور که دیدید همینجوری ایجاد شد و به احتمال زیاد در فصل 10 هم قراره به همین شکل یک چیزی از یک جای دیگه بیاد، شاید یک انرژی دیگه بیاد، ولی به احتمال زیاد یه چیزی شبیه کوین د کیوب میاد به داخل بازی که خیلی بازی رو باحال‌تر میکنه، چون انرژی های داخل بازی بیشتر میشه. و در اینجا میخواییم بگیم که سالتی سپرینگز قراره چی بشه. سالتی سپرینگز در تیزر فصل 10 یه جوری نشون داده شد که قراره اونجام ریفت بیکن ها نصب بشن و اونجام یه ریفت بزرگ سرش ایجاد بشه که تغییر بده سالتی سپرینگز رو و برگردون اون رو به جایی شبیه لوتلیک، جای آبی. همونطور که از اسمش معلومه سالتی سپرینگز، سپرینگز به یه جای آبی میگن که کلا شبیه لوتلیک میشه که خیلی باحاله. میتونید ببینید روی صفحه قسمتایی از تیزر فورتنایت رو که نمایش داده شده که اونجا هم ریف بیکن کار داره میکنه و کنار این ربات هم شما میتونید سالتی سپرینگز رو ببینید که تغییر کرده و تبدیل به رودخونه شده که خیلی جالبه. خیلیاتون اینو به من گفته بودید ولی من تو سه تا ویدیو قبلم اینو توضیح داده بودم و اینو خواستم فقط اینجا یادآوری کنم. برسیم به دو تا موضوع فرعی. نینجا شماره موبایل خودشو لو داد به طرفداراش و شما همین الان میتونید اس ام اس کنید بهش و یک جواب الکی بگیرید که به صورت بات به شما فرستاده میشه. به نظر من این کارو نکنید، ممکنه بشه مثل همون پیامک‌های تبلیغاتی که صبح تا شب برای ما میاد، همش بعضی موقع هزینه کم میکنه و بیشتر اوقات اذیت میکنه آدمو. من که فرستادم فقط 200 تومان از شارژ سیم کارتم کم کرد و همین و چیزی دیگه ای نشد. فکر نکنم اینجا اصلا کسی رو جواب بده، پس برای همین این کارو انجام ندید. و برسیم به موضوع خیلی بدی که برای برنده جام جهانی فورتنایت اتفاق افتاد.
بوگا که برنده جام جهانی فورتنایت بود توسط پلیس ویژه تو آمریکا مورد حمله قرار گرفت. یه جورایی بهش سواتت میگن که نیروی ویژه حمله میکنه به گزارش یه شهروند دیگه که نمیدونم چرا تو کشورهای خارجی این شکلی هست. آخه یه نفر از عقل خراب زنگ بزنه بگه خونه کسی مثلا تفنگ است، چرا باید نیروی ویژه اونجا بریزن و بدونی که اصلا پرسجو کنن که اونجا چه خبره و کلن سرصدایی اومده که بوگا کلن هیچی بهش نشد، کسی نگران نباشه. ولی به نظر من خیلی موضوع این سواته تو کشورهای خارجی هست، چون باعث مرگ چند تا گیمر هم شده به خاطر گزارش های دروغ و استریمرهای تو این راه مردن، ولی به هر حال تو کشور ما خدا رو شکر چنین چیزی نیست و خوشبختانه هیچ مشکلی نیست. این بود از این موضوع. برسیم به موضوع بعدی. همونطور که گفتم سرور خاورمیانه بهتر شده برای بعضی از بچه ها، ولی برای خودم وقتی میاد پایین بعد از چندی ساعت دوباره میره بالا، مثلا بعضی موقع برای من میاد به 70 دوباره میره به 200. دلیلش رو وقتی پرسجو کردم گفته شده که سرورها هنوز اپتیمایز نشدن، هنوز کلن قدرت کافی ندارن که بتونن این کل بخشای خاورمیانه رو پوشش بدن و فقط سعی کردن کشورهای عربی عربستان و بحرین، قطر، امارات، عمان، اینجور جاها رو پوشش بدن که به بحرین نزدیک هستن و کشورهای دیگر هم سعی میکنن که بیشتر پوشش بدن در روزهای آینده که سرور بهتر بشه. همونطوری که گفتم هنوز به صورت رسمی سرور خاورمیانه از اکانت اصلی فورتنایت معرفی نشده، فقط در اکانت خاورمیانه فورتنایت معرفی شده که زمانی که آپدیت بیاد امیدوارم که معرفی بشه و بگن که میخوایم روشون بیشتر کار کنیم. برسیم به موضوعی که شما فکر کنم خیلیاتون منتظرش بودید. استارتر پک جدید اومده به نام رد استرایک استارتر پک که مثل همیشه 600 تا ویباکس داره و یه اسکین خیلی باحال که خیلی هم به نظر من عالیه، اسکین قرمزیه که به شما نشون خواهم داد که چقدر باحاله، چون ویدیوشو دارم قبل اینکه اصلا به بازی بیاد. به نظر من ارزش خریدن داره، چون 600 تا ویباکس به دست میاری و فقط 5 دلار پولش و یکی از ارزان‌ترین چیزهایی که میشه تو فورتنایت خرید. معمولا برای اینکه اسکین میخوای بخری حداقل باید 10 دلار خرج کنی، ولی این 5 دلاره و 600 تا ویباکس هم به شما میده. بریم کلیپ این استارتر پک رو ببینیم و برگردیم. خب همونطور که دیدید خیلی باحال بود این استارتر پک جدید و به نظر من یکی از اسکین‌های باحاله که به صورت استارتر پک اضافه میشه. معمولا استارتر پک‌ها زیاد قشنگ نیستن، ولی این استارتر پک به نظر من خوب بود و ارزش خریدن داره. و برسیم به جایی که شما شاید بخواید بدونید که فردا یا پس فردا قرار آپدیت بیاد، شما با شاهد چه چیزایی باشید. فکر می‌کنم چیزایی که اومدن به فالای بازی، اسکین‌ها و ایونت های جدیدی که قراره بیان به بازی، همه اونا رو بررسی میکنم. ولی باگ هایی قراره تو بازی فیکس بشن. بعضی موقع این بروت یا همون مکا هایی که توی بازی هستن، همین ربات هایی که اذیت میکنن، اگر تو گروه 4 نفره باشی 2 نفر فقط از همینا داشته باشن کارت تمومه، قراره باگش حذف بشه. یه باگی داره که به صورت نامرئی میشه توی بازی که به نظر من خیلی باگ بعدیه و قراره بهش لیزر هم اضافه بشه. همونطور که در ویدیو قبلی هم گفتم که به نظر من یکی از بدترین چیزاییه که قراره فورتنایت اضافه کنه، چون دقیق تر دیگه میزنه و خیلی باگای دیگه‌ای که تو بازی هستن قراره فیکس بشن که امیدوارم بازی بهتر بشه. خب بچه‌ها امیدوارم که موضوعات رو دونسته باشید و کلا چیزایی که در ویدیو بودن و یاد گرفته باشید و از اخبار فورتنایت عقب نمونده باشید. خیلی خوب میشه که در این ویدیو حداقل 200 لایک داشته باشیم و منو در شبکه اجتماعی اینستاگرام دنبال کنید، سینا رخت تیره وایتی و اگرم ساب نیستید ساب کنید. و شما رو تا ویدیوی بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.